باید یهودی‌ها به سرزمین خودشون برگردن و دوباره معبد رو بسازن تا عیسی چی بکنه؟ بگید. ظهور کنه. جالب، این عقیده چنان بر جان اروپا سایه انداخت که بزرگانی در اروپا شروع کردن اظهار نظر کردن. اینا رو نشنیدید؟ جناب آقای جان لاک، لیبرال که میکنن، واضح نظریشون امثال جان لاک بوده. ببینید ایشون چی میگه. کتابی داره به اسم تعلیقاتی بر نامه‌های سنت پولس، پولس مقدس. خداوند میتواند یهود را در یک سرزمین گرد آورد، آنها را در اوضاع و احوال درخشانی در کشورشان فلسطین دور هم جمع کند. آقای جان لاک در مورد رفتن یهودی‌ها به فلسطین نظریه داره. نفر دوم، ایزاک نیوتن، کاشف قانون جاذبه، که ایشون هم کاملا اثر اتفاق یهودی تشریف داره. در کتاب خودش به اسم ملاحظاتی پیرامون پیشگویی‌های دانیال پیامبر و رؤیای یوحنای قدیس میگه یهود به وطن خیش باز خواهد گشت. نمیدانم این کار چگونه صورت خواهد گرفت. بهتر است آن را به زمان بسپاریم تا خودش آن را تفسیر کند. بعد جناب آقای نیوتن تو کتابش یه جدول زمانبندی میکشه برای بازگشت یهود به فلسطین. ژان ژاک روسو، فیلسوف، کتاب امیل خودش که در مورد تربیت کودکان نوشته، 1762، میگه ما به هیچ عنوان پی به انگیزه های درونی یهود نمیبریم مگر اینکه به اینها اجازه دهیم برای خودشان یک دولت داشته باشن و در آنجا مدارس و دانشگاه های خودشان را هم داشته باشن تا ببینیم حرفشان چیست. میگه ما برای اینکه بفهمیم یهودی چی میگن بذارید اجازه بدیم دولتی تشکیل بدن، دانشگاه داشته باشن، مدرسه داشته باشن، چیزی بهتر چی میخوام. آقای پاسکال، ایشون هم نظریه دارن در مورد شگیری اسرائیل. میگه اسرائیل همان بشارت دهنده سمبولیک مسیح موعود است. من احترام شدید خیشتن را نسبت به موفقیت ها و دستاوردهای اولین امت روی زمین یهود و تمسک و التزام راستین خیشتن را به دین ایشان ابراز می‌دارم. جناب آقای کانت، ایشون هم نظریه دارن. یهودیان فلسطینی هایی هستند که در میان ما زندگی می کنند و باید به موطن خیش بازگردند. ببینید از اندیشه چه کسایی دارن تو مختون می کنند. اینا ریشه های شکلی اسرائیل.